آن دیگر صداست. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. خب این محقق وقتی یه چیزی میگه که خودش بهش رسیده، میگه منبع گفتارش این از یک سوزیه که سوخته قبلا و حالا داره میگه. ولی اون مقلد چی؟ کهنه آموزه، یعنی یه سری چیزهای کهنه، دانستگی هایی که جمع کرده، اعتقادات، چه میدونم، چیزهای کهنه رو جمع کرده، همونا رو هم آموزش میده به دیگر. آموزش میده نه اینکه حالا این معلمه ها، منظور همونا رو می آموزد به دیگران. وقتی میخواد حرف بزنه میگن آقا تو هم یه کلمه بگو، این یه سری چیزای کهنه انباری، اون ته انبار دست میکنه در میاره میده به شما. چیزی که از وجود خودش به جوش بیاد نیست. حالا میفرماید هین مشو قره بدان گفته هزین، بار برگاو است و برگردون هنین. این که میگه قره مشو یعنی گول نخور، تو گول اونو نخور. گول چی رو؟ اون گفته هزین رو. باز داره اشاره به اون نوحه‌گر میکنه، میگه این نوحه‌گر خیلی حرفای هزین و حزن‌آلود و حزن‌انگیز میزنه، ولی میگه تو گول حرفای اونو نخور. این که مصرع دومش یه حالت ضرب المثل داره، گردون این گاریایی بود که قدیم باش، اون زمان مولانا همین هر چی میخواستن جابجا کنن، عصای دست مردم بود این گاریایی که به حیوان میبستن میکشیدن مثل گاو. میگه این گاری که میره چرخاش خب صدا میده دیگه، اون موقع روغنکاری و بالبرینگ و اینا که نبوده، این چرخه قیج قیج میکنه، ولی زور اصلی رو گاو داره میزنه. میگه بار بر گاو است، ولی سر صدا از این کالسکه در میاد، از این گاری در میاد. یعنی اون این نوحه‌گر که اینطوری نوحه میخونه، میگه این دلسوخته نیست، این حکم اون گاری رو داره و زور اصلی به این گاوه این میاد که داره باره میکشه. بار برگاو است، برگردون هنین است، یعنی سر صدا از اون در میاد. البته حالا یه توضیح میده، میگه هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. میگه اون نوحه‌گر هم بالاخره به یه چیزی میرسه، حداقل به اون مزدش میرسه، مزدی که بهش میدن. ولی چه بسا که همین تقلیدش یه روزی به گوش خودش هم وارد شه، یعنی به خودش هم اثر کنه. کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. خب این که کافر و مؤمن، مؤمن کسی است که خودش به اون خدا رسیده، و کافر کسی هست که حالا به یه دلیلی انکار میکنه. انکار الزاما نه به این که بگه خدا مثلا نیست تا این کافر بشه، بلکه اون خدایی که میگه از صد تا بت بدتره، اون خدایی که پیش این آدمه صد رحمت به بت، به بت سنگی چوبی. کافر و مؤمن هر دو میگن خدا، ولی خیلی فرق داره گفتشون. آن گدا گوید خدا از بحر نان،
همون ثوابی که به اون نوحیگر میرسه. اونم بهر نان میگه دیگه اون نوحه رو. آن گدا گوید خدا از بهر نان، این که بده در راه خدا، این اصطلاح گداها. خب خدا میگه دیگه. متقی گوید خدا از عین جان. اون مؤمن که وقتی به یاد خدا میفته از درونش میفته. گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. میگه این گدایی که میگه بده در راه خدا، اگه میدونست خدا میشناخت اصلا دیگه پیش چشمش هیچی نمیمون، نه زیاد نه کم. اگر بدانستی گدا، اگر این گدا که از تقلید یا بهر نان داره میگه خدا، اگر میدانست خدا رو، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نانخوا، همچو خر مصحف کشد از بهر کار. پس سال هاست که این خدا خدا میگه دیگه. نانخواه منظور اون گداست، ولی اینا همش عرض میکنم همیشه اینا تمثیلیست. حالا نانخواه نیست، جاخواهه، نمیدونم هرچی، مثل خریست که بار کتاب روشه. ولی این مصحف یعنی کتاب. یه خری مثلا 50 کیلو کتاب بارشه داره میبره، این کتاب ها رو نمیبره که بخونه، این میبره که 1 کیلو کاه بریزن جلوش بخوره. سالها گوید خدا آن نانخواه، همچو خر مصحف کشد از بهر کار. گر به دل در تافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. اگه یه ذره از این خدا خدایی که میگفت به دل خودش اثر میکرد، اصلا این وجودش ذره ذره میشد. نه که بترکه ها، یعنی این وجود جسمی دیگه از چیزش می افتاد، از چشمش می افتاد. خب نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی می بری. این بیت آخر میگه که این ساحران معمولا با نام، یعنی مولانا میگه با نام دیو، یعنی اینکه اینا با اون اسم که اون که میگن عجی مجی فلان لاترجی، در اصل میگه اینا نام دیوه و اون نام دیو اقلن دست کم این ساحر رو به یه سحری میرسونه. ولی ما به نام حق که سال هاست داریم میگیم، یه پشیز گیره اون نیامده. خب خسته نباشید، فکر میکنم کافیه.